اگه بخوام سابقا بگم که تحصیلی نکردم به اون صورت، سابقه تحصیلی ندارم، ولی یه دو سالی هستش که با یکی از دوستام شروع کردم موزیک الکترونیک زدن. قبلش هم تجربه ساخت موزیک الکترونیک نداشتم به اون صورتی، ولی جوری که شروع کردیم به ساخت موزیک الکترونیک تقریبا با اکثر دوستام تو ایران متفاوته، چون که حالا به هر دلیلی توی ایران گرفتن گیر آنالوگ یه ذره سخت‌تر، سینتیسایزر سخت افزاری آنالوگ، واسه همین اکثرا معمولا از نرم افزار مثل ریزن، ایبلتون اینجوری چیزا شروع میکنن. من و رامتین شروعمون توی الکترونیک اینجوری بودش که یه سری سینت ارزون قیمت کورک خریدیم و شروع کردیم باشون بازی کردن و چیز جالبی هم در اومد، ولی خب یه سری محدودیت ها دارن اینجور سینتیسایزرها. یکیشون هم اینه که اینا معمولا خودشون یه بیلتین سیکونسر دارن که توی اونا میتونید مثلا اکثرا 16 تا یا 16 استپ موزیک بچینید. واسه همین همیشه با اینکه صدای جذاب و جالبی دارن، معمولا محدودین به یه سبک، به یه جور موزیک زدن که معمولا خیلی از این فیچرش استفاده میکنن، خیلی ازشون استفاده میکنن برای زدن تکنوهایی که وایب دهه 90 دارن. حالا یه چیزایی که خیلی وقت داره شنیده میشه بالاخره، چون این جور سینتیسایزرها معمولا قبلا خیلی استفاده میشدن، الان بیشتر نرم افزاریه. چیزی که منو یه ذره وادار کرد به نوشتن نرم افزاری که اسمش رایفه این بودش که بتونیم از صدای این سینتیسایزر استفاده کنیم، ولی توی قالبی که کمتر معمولا استفاده میشن، که اونم میشه سیکونسری که اسمش شده رایف اینجا. حالا توی رایف من دیدم که حالا که ما داریم از این آپشن سیکونس کردن استفاده میکنیم، میتونیم یه مقداری هم موسیقی شانسی رو وارد این داستان بکنیم. موسیقی شانسی یعنی که یه سری پارامتر از پیش تعریف شده شما دارین، مثلا توی این گام باشه موزیکمون یا توی این تایم سیگنچر باشه، ولی انتخابی که توی اون لحظه چه چیزی از این پارامتر انتخاب بشه و زده بشه دیگه شانسیه. و این رایف یه کار دیگه که میکنه اینه که چیزی که جنریت، موزیکی که تولید میکنه موزیک جنراتیوه، یعنی هر سری که شما ازش آوتپوت میگیرین غیر ممکنه که با دفعه قبلیش یکی باشه، یکسان باشه، و واسه همین شما میتونید یه موزیکی ازش آوتپوت بگیرین که شاید اگه یک ساعت هم بهش گوش بدین یه جوری براتون خسته کننده نباشه، چون همیشه یه تازگی داره، هر لحظه میتونه این قدرت رو داره که سورپرایزتون کنه و توسط یه سیستم تولید میشه. یعنی شما خودتون نمینویسینش به صورت سنتی کاغذ و قلمی که بیاین نوت به نوت کامپوزیشن انجام بدین، از اون حالت خارجه. رایف، حالا نمیدونم اینجا دوستان چقدر با برنامه‌نویسی آشنایی دارن یا نه، ولی رایت با زبان C++ نوشته شده. هیچ لایبرری تا الان که هنوز هم البته در حال انجامه، هیچ لایبرری خارجی توش استفاده نشده تا الان، همش پیور C++ و شدیداً هم پالیسی بیست هم که یعنی یه جوریه که نرم افزار نه در حال اجرا وقتی که میخواین کامپایلش کنین، یعنی کدتون رو مینویسین کامپایل میکنین و یه برنامه ازش اکسپورت میکنین، نرم افزار تو اون لحظه میتونه با پالیسی های مختلف کار کنه. حالا این پالیسی ها میتونن نحوه گرفتن یه دونه ولیو باشن توی برنامه‌نویسی. ولیو یه خونه ایه که میتونه یه متغیری رو توش نگهداری کنه. پالیسی گرفتن ولیاتون میتونه هر چیزی باشه، میتونه رندوم باشه، میتونید بهش بگید مثلا نوت سی شارپ، و اون نوت سی شارپ هر سری که بخواید فچش کنید و بگیرینش همون نوت باشه، ولی پالیسیشو میتونید عوض کنید، بگین که تو مثلا با این استپا به من یه چیز مختلف بده، مثلا سی شارپ رو دو استپ اضافه کن فلان نوتو به من بده. رندوم سلکشن هم که تقریبا همین چیزی که گفتم، ولی میتونه فقط توی نوت نباشه، یعنی شما میتونید بگید به این نرم‌افزار بگین که 20 میزان برای من موزیک تولید کن، و توی این موزیک تولید کردن تکنیک این که چجوری از چه مدل تکنیک رندومنس استفاده کنم خودش میتونه یک پالیسی باشه، و شما مثل یه پلاگین که توی هر نرم‌افزار اضافه میکنین میتونی یه پالیسی جدید برای رندومنستون معرفی کنید، مثلا رندومنس اوبلیک، یعنی شما بین دو میزان، بین دو تا متغیر یه مقدار رندوم میخواین و اوبلیکه، یعنی به سمت یکی از این دو تا تمایل خواهد داشت، و هزاران هزار پالیسی دیگه که توی بحث رندومنس وجود داره. دوستان اگه علاقه داشته باشن فکر میکنم بدونن تا اسم یه تعدادیشو. یه دونه دیگه اش هستش میدی ایمپلمنتیشن های مختلفه، یعنی که خروجی که این نرم افزار میده میتونه کد میدی باشه، یعنی من بهش بگم که آقا توی این گام مثلا یه چیزی واسه من جنریت کن و خروجیشو به من یک فایل میدی بده به من. فایل میدی رو میتونیم توی نرم افزاری مثل ایبلتون استفاده کنیم،
یا بدیم به عنوان میدی اوت با کابل سیگنال بدیم به یه باکسی مثل TR8 که ما الان امروز آوردیم شب برای شما اینجا نمایش بدیم. TR8 هم یه ریتم پرفورمر رولند فکر میکنم تازه اومده و دقیقا همون مشکلی داره که قبلا بهش اشاره کردم، چون که یه سیکسین سیکونسر داره، یه دونه سیکونسر 16 خونه‌ای داره و خیلی کاری که باش میشه کرد محدود و سنتی، هرچند که تواناییش خیلی خیلی بیشتره، صدایی هم که داره خیلی جالبن و ساختشون تو نرم افزار خیلی کار سختیه، ولی خب شما با این نرم افزار میتونید واسه شون یه رنج جدید معرفی کنید. یعنی مثلا فرضاً رولند خودش در حال حاضر سه تا حالت ولوسیتی یا شدت صدا بیشتر نداره، یعنی هیچه، یعنی نصف و یعنی 127 یا ماکسیموم شدت صدایی که میتونیم بگیرین. ولی خب با این کدی که ما داریم میتونید مثلا یه ایمپلمنتیشن میدی داشته باشین که از 0 تا 127 واسهش مثلا اکسپورت بگیرین. چیزی که هست اینه که رولند جوری که شدت صدا رو میفهمه با جوری که مثلا MS20 میفهمه متفاوته، واسه همینم ما اومدیم ایمپلمنتیشن هر میدی رو تبدیل کردیم به یه پالیسی، واسه همین شما اگه بخواید واسه MS20 اکسپورت بگیرین که میتونین یه دونه پالیسی میدی برای اون بنویسین، اگه برای رولند بخواید بنویسین یه دونه برای اون. یه چیز دیگه که پالیسی بیس توی رایت اینتر ابجکت مسیج سیستم، یعنی جوری که ابجکت ها توی کدمون با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. چیزی که هست اینه که توی این کد توی رایت خیلی سعی شده از کپسول سازی استفاده شده، یه جوری که یونیت های کدمون هیچ اطلاعی از اون یکی یونیت نداشته باشن. چیز خوبی که هست اینه که بین این یونیت ها استقلال خیلی بیشتر میشه. اگه بخواید یه دونه عوض کنین هیچ وقت مجبور نیستین که بخش دیگه برنامه‌تون دوباره شروع کنین تغییر دادن. ولی خب بین اینا باید یه سیستمی باشه برای اینکه به هم دیگه اطلاع بدن آقا مثلا این ولیو بعد اینجوری بشه، این شکلیه. اونم میتونه خودش یه جور سیاست یا پالیسی جدید باشه که هر سری که می‌خواید برنامه‌تون رو اکسپورت بگیرین عوض بشه. لی‌آوت کلی برنامه در حال حاضر فعلا این شکلیه که یه یونیتایی به اسم ریتمیک وجود دارن. هر ریتمیک خودش نمایانگر یک نوته، یعنی شما فرض کن اگه بخواید یه دونه گام 6 نوته رو بخواید نشون بدین بعد 6 تا ریتمیک داشته باشین در حالت عادی، و هر ریتمیک میتونه توی یه دونه تایم سیگنچر مثلا 4/4 توی یا 6/8 خودشون نشون بده. این دوتا جدا توی کامپوننت های ابجکتی میشن به اسم میجر یا میزان. شما میتونید 20 میزان از یه ریتمیک داشته باشین توی فلان تایم سیگنچر و خروجی بگیرین. هر خروجی میتونه خروجی ریل تایم باشه، میتونه خروجی میدی فایل باشه. فعلا متاسفانه در حال حاضر برنامه آفلاینه، یعنی اینجوریه که شما هر سری باید برنامه رو با یه سری پارامتر خارجی ران کنین و هر تعدادی که خودتون درخواست کرده باشین میدی فایل ازش بگیرین. ولی خب خوبیش اینه که بازم میدی فایل قابل استفاده است. ما کاری که امشب می‌خوایم باهاش بکنیم اینه که تو دو قالب از این خروجی‌ها استفاده می‌کنیم. یکی سینت‌های بیلت این خود ایبلتونن، خیلی ساده است، همه صدایی که امشب می‌شنوین از سینت‌های اپراتور ایبلتون استفاده شده. یه قالب دیگه‌ش هم اینه که خروجی میدیم از طریق ایبلتون به اون درام باکسمون اونجا به اسم TR8. پس امشب هم خروجی شد توی نرم افزار صداش رو خواهید شنید و هم جوری که سخت افزار کنترل میکنه. ریتمیک یه دونه رزولوشن داره یا دقت که معمولا تعریفش اینجوری میتونه باشه که یه دونه نوت گرد تبدیل میشه به چند نوت. ما فعلا بیس کاریمون 16 نوته، هر نوت گرد 16 تا خونه تقسیم بندی میشن که اینا هر کدوم قابل برنامه نویسیه. یه پترن داریم که ریتممونه، ریتم اصلیمونه، حالا میتونه 4 on the floor باشه، 4 تا نوت سیاه سرزرد باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه و باید توی چارچوب دقتتون باشه. اگه 16 که پترنتون 16 خونه بیشتر نیست. چیزای دیگه هر ریتمیک میتونه هر پارامتری داشته باشه و این پارامترها رو ما جنریک برنامه‌نویسی کردیم، اسمشون هم اتم خواهد بود چون اینا مثل مواد سازنده ذرات تشکیل دهنده. این اتم ها هر کدوم همینجوری که اینجاست، اتم خودش دوباره میتونه بیس قضیه اینه که اتم مثلا یه دونه شدت نوت رو ذخیره کنه یا اسم نوت رو ذخیره کنه،
ولی خب این نوتو این اتم ها رو دوباره میشه ازشون توی اینهریتنس برنامه‌نویسی استفاده کرد و خودشون پیچیده‌ترشن. مثلا یه ریتمیک هر سری که آپدیت میشه شدت نوت میخونه. شما میتونید یه اتم جدید معرفی کنید که هر سری که ازش خواست مقدار خودش رو برگردونه یه توی از توی رنج یه مقدار خیلی رندوم تری بده. پترنام که به این شکل برنامه‌نویسی میشن، اکس ها اونایی که میخورن، داش ها اونایی که نمیخورن. یعنی الان یه پترن خیلی ساده هشتاییه، ولی جوری که در اصل زیر سیستم پیاده سازی شده اینه که درسته که این پترن طولش 8 تاست، ولی لازم نیستش که ما 8 خونه تو حافظه‌مون ذخیره کنیم. واسه همین زیر ساختش اینجوریه که شما فقط تعداد خونه‌هایی که آن هستن یا روشن هستن رو ذخیره می‌کنید، ولی هر موقع که ازش بخواید خودش رو نمایش بده شما تو قالب 8 خونه اونو می‌گیرید. اینجوری بهتره چون پرفورمنس خیلی میره بالاتر، سرعت اجرای کد خیلی میره بالاتر. و این ریتم ها خودشون یه تحت یه چیزی کنترل میشن به اسم پترن میکر. پترن میکر هم خودش میتونه ریتم رو تا یه حدی رندومایز کنه. 4 تا روش فعلی داریم برای رندومایز کردن پترنمون. یعنیش ادیتیو، یعنی همون پترنی که بهتون دادیم، همون ریتمی که بهتون دادیم، یه چیزایی به عنوان نوت زینتی بهش اضافه کن. یه سابتراکتیو داریم که دقیقاً برعکس اونه، یه سری نوت‌ها رو کم میکنه. یه دونه ماسک داریم که دقیقاً ریتمی که دادین برعکسش رو بهتون میده، یعنی نوتایی که نمیخورده این دفعه میخورن و نوتایی که میخورن این دفعه نمیخورن. یه اسکرامبل هم داریم که کلاً همه چی رو از هم میپاشونه دیگه، یه چیز کاملا رندوم بهتون پس میده. من نمیدونم اینو دوستان تا چت براشون قابل فهمه. من فکر میکردم یه تعدادی برنامه‌نویس و علاقه من تو جمع وجود داشته باشن، ولی ما امشب از همین تیکه کدی که اینجا روی صفحه داریم میبینین 5 تا اکسپورت مختلف گرفتیم و واسهتون اجرا میکنیم. چیزی که می‌خواستم جانشون بودم اینه که صداهایی که شما امشب میشنوی، ملودیا که میشنوین توی همین چند قد دارن جنریت میشن که من به اصطلاح بهشون میگم پچ. اون خط اول که داریم میبینین ریتممونه، ریتممون اینجوری نمایش داده میشه، سر این ضرب ها نوت خواهد خورد. خط دوم داره میگه ماکسیموم تعداد نوت‌های روشن توی این ریتممون میتونه 10 تا باشه. و بعدیش هم که اسمش ملودی سیمپل ریتمی، که یه ریتمی که به اسم ملودی که با دقت 16 و اینجا یه اتمیه که یه ذره پیچیده‌تر شده. اصل اتم فقط اینه که یه اسم کد باشه، ولی خب اینجا نه، اینجا یه ذره پیچیده‌تره. یه نوتیه که از اکتاو پایین، یه اکتاو پایین‌تر از خودش و اکتاو خودش ولیو بهتون میده و توی گام هارمونیک ماینر، یعنی توی این گام جهش میکنه. یه سری ممکنه خود ای باشه، دفعه دیگه ممکنه نسبت به گام هارمونیک ماینر یه دونه جهش داشته باشه. نوت بعد و پارامتر بعدی طول نوت هاست که از 1 تا 2 چیز خیلی خاصی نیستش، میتونه از 1 تا 100 باشه، یه چیز رندومه، میتونه اصلا رندوم نباشه، میتونیم بگیم فقط توی 1 بزنه. و بعدی هم که شدت نوتی که از 70 تا 100. و بعدی پترنمونم که بالا دیده بودین، اینجا میگیم ادیتیو باشه، یعنی یه سری نوتای تزیینی هم بهش اضافه کنن. کارهایی که برای دیولپمنت در نظر داریم اینه که مهمتر از همه بتونیم اینو ازش خروجی ریل تایم بگیریم، یعنی به عنوان یه دونه وی اس تی یا یه دونه پلاگین بتونیم توی هر نرم افزار ساخت موسیقی ازش استفاده بکنیم. صرفا شما بندازینش روی ترک و بتونه همون موقع ریل تایم براتون این کارو بکنه. خیلی نرم افزار اینجوری وجود داره. یکی از دلایلی که من اینو نوشتم اینه که ما تو ایران متاسفانه مشکل لایسنسینگ خیلی برمی‌خوریم، واسه همین پلاگینامون اکثرا کرک شده است و کرش خیلی می‌کنه و هیچ راه پیگیری هم نداره، چون از نوزر کرک شده دارین استفاده می‌کنی. دیگه یه دیولپمنت دیگه هم اینه که بتونه چیزای خارج از موزیکو سیکونس کنه و ازشون استفاده کنیم، حالا به صورت رندوم یا غیر رندوم. با یکی از دوستان به اسم حمید سعیدی داریم بررسی می‌کنیم برای اینکه بتونیم باش داستان حتی تا یه حدی درست بکنیم، یه سری داستانای رندوم شده، اونم باید چیز جالبی بشه. ولی اگه اجازه بدین که شروع کنیم اجرا کردن، چون احساس میکنم به اندازه کافی امروز صحبت شده. Thank you.
you.